اعتماد ابوتهون از خانهش در قاهره وحشت با وجود آمده در غزه را از طریق نشرات پیام تلویزیون میبیند. مومن 23 ساله تنها پسر او در اراضی فلسطین گیر مانده است و تنها یک تماس ویدیویی کوتاه و شکسته مشخص میکنه که او زنده است. اعتماد که با مشکلات صحی نیز دست و گریبان است در تلاش فراهم کردن پول کافی است تا بتواند به فرار پسر گیر مانده در جنگش کمک کند. من به او کمک خواهم کرد تا از کشته شدن فرار کند و حضورش برای مقابله با چالش های پیش رو حمایت برای من خواهد بود. فرار از غزه کار ساده نیست. مصر مرزش را بروی اکثر فلسطینیان به دلیل ترس از ورود موج عظیم پناهندگان بسته است. اما پول حرف خود را می زند. از زمان جنگ حماس و اسرائیل در ماه اکتبر مصر به یکی از شرکت‌های سیاحتی به نام هلا اجازه داده است تا در بخش عبور و مرور مرزی از غزه به مصر تحت نام هماهنگی فعالیت کند. مرکز این شرکت در قاهره موقعیت دارد. طبق گزارش ها از زمان آغاز جنگ هزینه های انتقال افراد توسط این شرکت 14 برابر شده است و هزینه هر فرد بزرگسال تا $5,000 افزایش یافته و این رقم برای اطفال نیم این مقدار است. پرداخت این هزینه برای اکثر فلسطینیان و خصوص آنانی که خانه و داراییشان را از دست دادند غیر قابل تصور است. این وضعیت باعث شده که تعداد زیادی از فلسطینیان خواستار کمک مالی از اعضای خانواده و دوستان شوند و یا هم از طریق اینترنت دست به جمع آوری پول بزنند. محمد رائد دانش آموز طب در قاهره است. او مصروف جمع آوری پول برای پرداخت هزینه فرار 6 تن از اعضای خانواده اش است که در یک کمپ مهاجرین در غزه به سر می برند. اگر من در سایم را اینجا ادامه دهم و بخواهم موفق شوم، میخواهم احساس رضایتان را در چشمها و صورت خانواده هم ببینم. اگر آنان با من نباشند، تمام تلاش هایم و هر کاری که میکنم بیهود است. شرکت هلا به تقاضای صدای امریکا برای اظهار و واکنش در برابر اتهامات وارده پاسخ نداد. طبق گزارش سازمان حقوق بشر عرب مستقر در قاهره، این شرکت همکنون 40% تمام عبورهای مرزی از غزه به مصر را انجام می دهد. این نهاد همچنان فعالیت‌های مصر در بخش ارسال کمک به غزه را ستایش می کند و می گوید اتهامات در مورد منفعت یک شرکت تلاشی است برای منحرف کردن توجه از عملکرد اسرائیل. ما تلاش های قابل تحسین جامعه و این کشور را ستایش میکنیم. با وجود گرفتاری های اقتصادی خودشان، حمایت های قابل ملاحظه را فراهم میکنند. با وجود اعتراضات در قاهره که خواستار تغییر در پالیسی است، حکومت مصر گفته است هیچ تصمیمی برای تغییر پالیسی برای باز کردن سرحد غزه در رفح ندارد. در این حال فلسطینی های گیرمانده در جنگ که با غذای اندک در کمپ ها به سر می برند، نه توان مالی و نه هم امکانات فرار از این جنگ بیرحم را دارند.